امتی امام خود را گم کند محکوم به هلاکت است. ملت عزیز ایران، باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد. شما دقیق عمل کردید. آن لحظاتی که نمی بایست به پیاده نظام دشمنانمان بپیوندید، نجیبانه صف خود را جدا کردید. امروز دشمن از شکوه حضور شما ناامید شد، تیر خلاص زده شد. فتنه ای که در روزهای اخیر اتفاق افتاد حاصل همه شکست های بزرگی بود که دشمن در صحنه‌های مختلف ظرف 40 سال و به خصوص این 8 ماه گذشته از امت اسلام و ملت بزرگ ایران دریافت کرده بود. او ماها منتظر بود. او نمیتوانست حادثه بسازد، اما منتظر ساختن یک حادثه بود تا از آن استفاده کند. دشمن حتی تلاش میکرد از پوشک بچه هم استفاده کند. به پوشک متوسل شده بود تا ملت ایران را آزار دهد. بنزین فقط بهانه بود. او در جستجوی شکست دادن ملت ایران بود. دیدید وقتی به صحنه آمد همه جا را آتش میزد. این مفهوم دقیق دموکراسی غربی، دفاع از حقوق بشر و حمایت از ملت ایران در منطق آمریکایی ها بود. دیدید حتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا جلسه استیضاح کنگره را نیامد، در کاخ سفید ماند، اتاق فرماندهی تشکیل داد تا ملت بزرگ ایران را شکست دهد. اما بدانید ما به شکل سریالی در همه صحنه ها با هدایت یک مرد الهی که امتداد امامت ائمه اطهار است، یک پیشوای جانباز، یک امام فداکار که در لحظه های سخت تاریخ اسلام و ایران آبروی خود را با خدا معامله می کند. او کسی است که در عقر دار دشمن نفوذ کرده است، در عمق سرزمین های تحت سلطه دشمنان نفوذ کرده است، آنها را به عقب رانده است، تمرکز آنها را از قلب دنیای اسلام برهم زده است، سرزمین های اسلامی را به میدان جهاد آزادی خواهانه و عزتمندانه علیه مستکبران تبدیل کرده است. او که توسعه نفوذ انقلابش را هزاران کیلومتر آن طرفتر برده است، فداکارانه، شجاعانه، حسینی به این صحنه آمد و
عنوان یک پاسدار کوچک همه عشقم و آرزویم این است که به پای آرزوی شما ذبح شوم، قطع قطع شوم، نه یک بار بلکه چندین بار، تا ارادتم به شما ملت بزرگ اثبات شود. از هیچ چیز نگران نباشید، ما سختی ها را پشت سر می گذاریم، ما از فراز دشمنانمان عبور می کنیم. خاک کف پای همه شما را برای تبرک به صورتم می کشم، پاهایتان را می بوسم.